در افغانستان امروز یک انفجار انتحاری با اتومبیل حامل بمب نزدیک به مجتمع پلیس در کابل، دست کم 14 نفر از جمله 4 مامور پلیس کشته و بیش از 145 تن شامل زنان و کودکان مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر. به گزارش وزارت کشور افغانستان، بمبگذار انتحاری طالبان زمانی اتومبیل خود را منفجر کرده که نیروهای امنیتی در یک پست بازرسی نزدیک مجتمع پلیس در غرب کابل او را متوقف کردند. طالبان ضمن قبول مسئولیت این حمله، دلیل آن را استخدام نیروهای جدید پلیس اعلام کرده است. تلفات امروز 14 نفر شهید داریم، 145 زخمی که مجموعا 92 تن از نام ملکی است باقی مانده پلیس ملی. این حمله در حالی صورت گرفته که طالبان همزمان با حضور در دور هشتم مذاکرات صلح با آمریکا در قطر روز سه‌شنبه 16 مرداد در بیانیه انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده را تحریم کرد. به نیروهای خود اعلام آماده باش داده و از مردم خواسته است از شرکت در انتخابات و حضور در سخنرانی‌های انتخاباتی خودداری کنند. طالبان از شهروندان افغانستان خواسته به جای حمایت از انتخابات به گفته آنها نمایشی و ساختگی، نیرو و منابع مالی خود را صرف حمایت از برقراری یک صلح واقعی و روند جاری گفتگوهای صلح کنند تا در این مقطع حساس در آن کارشکنی و خرابکاری نشود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.